به نام خدا و سلام به شما به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 سنبله سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. آمادگی های طالبان برای ساختن یک ارتش نیرومند در کشور. کشور عزیز ما افغانستان دارای یک اردوی قوی منظم، اردوی برترین و بهترین و قوی ترین را کشور عزیز ما داشته باشد. تاکید امریکا بر کار نگرفتن خاک افغانستان در برابر واشنگتن. طالبان متعهد هستند که از گروه های حراس افغان از جمله القاعده و داعش که امنیت امریکا و متحدان ما را تهدید می کنند جلوگیری کنند. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بیجا شدگان در افغانستان. و بازار به فرار از کشور نیستیم، اما مجبور شدیم و بغض و گلو آمد و دیگر راه و چاره دیگر جز این نیست. برگزاری نمایشگاه ساز و برگ های نظامی در عراق. و نگرانی ها از کاهش 13% تولیدات ناخالص در کشور. من بهرام امان هستم. سرپرست ستاد ارتش حکومت طالبان میگوید که وزارت دفاع میخواهد تا یک ارتش نیرومند و منظم بسازد. رئیس ستاد ارتش طالبان در یک گفتگو با طلوع نیوز میگوید برنامه ساختن یک ارتش نیرومند و منظم به زودی نهایی خواهد شد. این مقام ارشد نظامی طالبان هشدار میدهد آنان که امنیت افغانستان را تهدید کند با واکنش جدی طالبان روبرو خواهد شد. دو هفته پس از اعلام سرپرست وزیران کابینه طالبان، سرپرست ستاد ارتش طالبان در اینجا در شهر کابل بر نیرومندی و منظم ساختن نیروهای دفاعی کشور تأکید می‌ورزد. فصیح الدین سرپرست ستاد ارتش طالبان می‌گوید که وزارت دفاع روی طرح کار می‌کند که با عملی شدن آن افغانستان یک اردوی منظم و نیرومند خواهد داشت. کشور عزیز ما افغانستان دارای یک اردوی قوی منظم، اردوی برترین و بهترین و قوی ترین را کشور عزیز ما داشته باشد که بتواند به آسانی از کشور عزیز ما افغانستان حفاظت و حراست بکند. این نظامی بلندپایه طالبان در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که نظامیان پیشین نیز در این ارتش نیز به کار گماشته خواهند شد. از کسایی که مسلکی بودند در روسا تعلیم شدند از او استفاده شد و در اردو اینده اوان باشند و امیدوار هستیم که اردو بسیار عاجل در اینده نچندان دور پس منظم میشه. از سوی دیگر نظامیان پیشین گماشتن افراد با تجربه پیشین را در ساختار ارتش آینده ستایش میکنند. همین مردمایی که در حدود 300,000 نفر نظامی یا بی سرنوشت شده هستند در مورد سرنوشت از اینام یک تصمیم بگیرند. اردو و پلیس و امنیت به حساب ترتیب و تنظیم و قانونمند شود، نیازهای قانونمند به وجود بیاید. در این شکلی نیست که بدون مشوره و استفاده نظامیان پیشین ممکن نیست. پس از سقوط حکومت پیشین، یکی از نگرانی های شهروندان کشور ناروشن بودن سرنوشت نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی در افغانستان است. مقام های طالبان بارها گفتند که از تجربه های نظامیان پیشین کار خواهند گرفت، اما تا کنون این نظامیان به وظیفه هایشان خواستن نشدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر القاعده منافع این کشور را از افغانستان تهدید کند طالبان مسئولان خواهند بود. آنتونیو بلینکن میگوید که هرچند طالبان تعهد کردند که از خاک افغانستان در برابر آمریکا کار گرفته نخواهد شد، اما واشنگتن برای پیکار با حراس افغانی بر طالبان تکیه نخواهند کرد. در این حال طالبان میگویند که هرگز اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان در برابر منافع کشورهای دیگر استفاده شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید که طالبان تعهد کردند از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و اگر حراس افغانی بار دیگر در افغانستان رشد کند طالبان مسئول آن خواهند بود. طالبان متعهد هستند که از گروه های حراس افغان از جمله القاعده و داعش که امنیت امریکا و متحدان ما را تهدید می کنند جلوگیری کنند.
ما آنان را در این زمینه مسئول می دانیم. این به این معنا نیست که ما تنها با آنان تکیه می کنیم. تلاش ما برای نظارت بر تهدیدهای حراس افغانی در منطقه و خونسازی آنها ادامه خواهد داشت. بی بی سی به نقل از دیوید کوهن معاون سی آی ای گزارش داده که بررسی های اداره استخبارات مرکزی آمریکا نشان می دهد فعالیت های القاعده در افغانستان آغاز شده است و آنان فعالیت های این شبکه را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. آمریکا در واقع اعتراف کرده و که در سیاستی در افغانستان شکست خورده، لااقل به ارتباط آنچه که در ابتدای آمدنش برای افغان‌ها وعده داده بود. این فرمانده طالبان میگوید که برای گروه‌های همچون داعش و القاعده در 20 سال گذشته زیر نظر آمریکا و حکومت پیشین بسترسازی شده است. این یک تهمتی است که بتوانند دوباره دنیا را، ذهنیت دنیا را علیه امارت اسلامی اینا مخشوش بکنند تا بتوانند دنیا را از تعهد و از کار کردن با امارت اسلامی باز دارند. آمریکا در سال 2001 با هدف سرکوب القاعده به افغانستان حمله نظامی کرد. حالا که طولانی ترین جنگش را در افغانستان پایان داده است، اظهارات مقام های استخباراتی این کشور پرسش های زیادی را در ذهن شهروندان کشور ایجاد کرده است. کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان میگوید که شمار بجا شدگان در افغانستان به 5,500,000 تن افزایش یافته است. در تازه ترین گزارش این سازمان آمده است که بیش از 5,000 تن که در 8 ماه اخیر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت کردند نیز مشمول بجا شدگان هستند که به کمک های عاجل نیاز دارند. از سوی دیگر شمار از شهروندان کشور میگویند که به علت نبود فرصت های کاری و ناداری از راه های غیر قانونی مجبور به ترک کشور می شوند. اینان مردمان هستند که به تازگی از مرز ایران به کابل آمده اند. می گویند که می خواستند از راه نیمروز به ایران بروند. مدت 8 روز از خانه برآمدن ما شد 6 روز در مرز خواب کردیم. دیگه مردم تقریبا از 2,000-3,000 نفر زیاد، فامیلی هم زیاد است. اینه می جه اوشتکا در بدر خاک بسر. اینه می اوشتکاش اگر فامیلش تیر شوه دیگه خانیمشی برمیمانه، اینمی گریان و در بدر سر مرز اینمیجا گشتگیست. شمار از شهروندان کشور میگویند که به علت نبود فرصتهای کاری و نیز ناداری تصمیم گرفتند که با پذیرفتن خطرهای احتمالی افغانستان را ترک کنند و به دیگر کشورها پناه ببرند. روادار به فرار از کشور نیستیم، اما مجبور شدیم و بغض با گلو آمد و دیگر راه و چاره دیگر جز این نیست، جز رفتن و مسافرت کردن و مهاجرت و تا اینکه بتانیم دوست فامیل و قوم و اقارب کش رو بگیریم. از سوی دیگر صدها خانواده از ولایت های گوناگون کشور در جریان نبردها خانه هایشان را ترک کردند و به کابل آمدند. وارد ما شما هر چاته بغاری دی، هر سو خپل ورور لری، خور لری، کرد کرای کورونه دی، هر سی حساب کتاب دیده پدغ شیانو چیر ده برابریگی. در همین حال در تازه ترین گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد آمده است که شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان و نیز بازگشت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان به 5,500,000 تن افزایش یافته است. اما وزارت امور مهاجران عودت کنندگان میگوید که این وزارت در همکاری با نهادهای مسئول میکوشد تا از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری کند. زمنګ خواست دوی نه داده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، هیواد کې زمنګ استادو امن ده او د امن نورسته به د کاری فرصتونو او د دوی د پاره د کاری زمینی او د اقتصاد په برخه کې جدي توجه کیږي. آمارهای کمیشنری سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که از آغاز امسال تا کنون بیش از 500,000 تن از پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند و این برگشت کنندگان نیازمند کمک‌های بی‌درنگ هستند. رئیس کمیسیون اروپا در یک سخنرانیش اوضاع کنونی مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان در افغانستان را نگران کننده می داند. رئیس کمیسیون اروپا می گوید که آنان در کنار زنان، مردان، کودکان، روزنامه نگاران و دیگر قشرهای جامعه ایستادند. او می افزاید که باید از تلاش های عدالت خواهانه و حاکمیت قانون و افرادی که در افغانستان در خطر هستند حمایت شود. خانواده در کابل ادعا دارد که چاشت روز سه‌شنبه افراد مسلح ناشناس به داخل خانه‌شان شدند و پول و زیوراتشان را به سرقت بردند. این خانواده میگوید که افراد مسلح که به داخل خانه‌شان شدند خودشان را طالبان معرفی کرده بودند، اما طالبان میگویند که افراد زیر نام طالبان مردم آزاری میکنند و طالبان تا کنون برای بررسی به خانه‌های مردم نرفتند.
اینجا خانه نورگل است، پدری که روایت تلخ از داخل شدن افراد مسلح زیر نام طالب به خانه اش دارد. او میگوید ظهر سه شنبه شش فرد مسلح که خود را اعضای طالبان معرفی میکردند به زور به خانه اش داخل شدند و تمام اعضای خانواده اش را در اتاق های جدا بسته کردند و پول و زیورات را با خودشان بردند. آدمان سیستم که دفعتن آمدن سریم دو نفر تو پایشا کشیدن که ما طالب هستیم پشت داعش آمدیم و شور نخورین و سر و ما مردم در یک اتاق خطی ما و خانم ما دو دختر ما خطی ما بود بسته کردن. ننگیالایی که پسر بزرگ این خانواده است با کودکان و خانمش در این اتاق زندگی می کند. او می گوید افراد مسلح وارد این اتاق شدن و دلگ افغانی را با خودشان بردن. او تاکید می کند که تمام سرمایه که برای کودکانش پس انداز کرده بود را از دست داده است. من از دکان تا خانه که رسید نپای میدم نبود. وقتی که آمدن دیدیم که دنواری و از کالا یک روپا نمانده بود. پاکده جور کرده بود. ما را در بدر کرده. خواست ما از امارت اسلامی همیست که قسم مردم باید گیر کنن و به اینا باید قسم جزا برسن که به دیگه اعضای جامعه بفهمن که دیگه این کار نکنن. در همین حال برخی از حقوقدانان تاکید می‌ورزند که بر بنیاد قانون هیچ کس حق ندارد بی داشتن سند رسمی دادگاه خانه و منزل شخصی مردم را بررسی کنند. هیچ کس به شمول مسئولین حق داخل شدن در ملکیت شخصی را بدون اجازه قبلی محکمه ذی‌صلاح را ندارد. طالبان با رد این اعدام میگویند آنان عفو عمومی اعلام کردند و به خانه های مردم کار ندارند. کچرته په کومه برخه کې تاسو داسې څوک ولیدل چې د مجاهد د نوم نه په استفاده دی او چا کور دروازه ټکوي یا چاته ضرر ورکوي چاته تکلیف ورکوي، تاسو لطفا د خپل سیمې نږدې مجاهدینو حوزې ته یا نور مجاهدینو ته خبر ورکړئ چې دلته څوک راغلی دی ساس د نوم نه سوء استفاده کوي. این ادعاها در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های از بررسی خانه‌های کسانی که در دولت و یا با نیروهای خارجی کار کردند پخش شدند. همزمان با بسته شدن فعالیت‌های بسیاری از سفارتخانه‌ها در کابل، شمار درخواست دهندگان ویزای کشورهای دیگر رو به افزایش است. شمار از شرکت‌های گردشگری می‌گویند که اکنون تنها ویزای پاکستان به گونه قانونی دریافت می‌شود، اما ویزای شمار دیگر کشورهای جهان به بهای بسیار بلند، حتی تا بیشتر از $1,000 در بازارهای سیاه خرید و فروش می‌شود. این مرد که در به سفارت پاکستان در کابل آمده است میگوید که هرچند ویزای پاکستان را دارد، اما بدون سند عبور از دروازه تورخم اجازه نیافته است تا از کشور بیرون شود و ادعا دارد که شماری از افراد در نزدیکی این سفارت این سند را در برابر پول به فروش میرسانند. مردم اینجا آمده که از یک ماه دو ماه منتظر او است در ویزا داره، هم او را نمیمانه به خاطر از او یک بازار سیاه جور کرده که $200-300 از مردم میطلبه بعد از او میته اجازه‌نامه و یا گیت پاس. هرچند فعالیت های بسیاری سفارتخانه ها در کابل بسته است، اما ظاهرا کاربار فروش ویزا گرم است. این مرد که مسئول یکی از شرکت های سیاحتی است میگوید که تنها احتمال دریافت ویزای پاکستان به گونه قانونی وجود دارد، اما ویزای شماری از کشورهای همسایه در بازار سیاه خرید و فروش می شود. قیمت واقعی ویزه تاجیکستان $60 است، اما در مارکت ارزش میشه $350 تا $400. ویزه ترکیه است واقعی $120، اما در مارکت سیاه تا $5,000 هم ارزش میشه. این رازه هایی است که این رازه ها را شرکت ها نمیدانند و این بین کسایی است که هم آهنگ کننده دست اول هستند. با این حال بسیاری از شهروندان افغانستان از کشورهای بیرونی میخواهند تا با از سرگیری فعالیت‌های سفارتخانه‌هایشان در کابل و صدور ویزا و چالش‌های روان در این بخش پایان بخشند. خواهش همیره داریم سفارتخانه را قانونی باز کنند به خاطر که بازار سیاه از بین بره. بیشتر مردم به می خاطر نمیآیند به خاطر این بازار سیاه مردم زیاد مردم دوپا میکنند. از جرمنی آمدم. به خاطر من میخواستم که یعنی یکونی ماه شد که ایجا هستم فعلا. رخصتیم یک ماه گرفته بودم فعلا یکونی ماه شد ایجا هستم. مشکلات بیخی بیزخی زیاد است. ما میخواهیم که یعنی سفارت ها زود خلاص شود و ویزا با تمام مردم افغانستان تهیه کنه.
این در حال است که تا کنون سفرهای هوایی به کشورهای بیرونی از افغانستان از سر گرفتن نشده است و هر روز افرادی که میخواهند به بیرون از کشور بروند افزایش می‌یابد. بهای ویزای پاکستان پیش از این 15 دلار، از هندوستان 20 دلار، از تاجیکستان و ازبکستان 70 دلار و ترکیه 120 دلار گفته می‌شد. مسئولان میدان هوایی کابل میگویند که آنان در همکاری با کارمندان فنی قطر کارهایشان در بخش‌های عملیاتی و فنی را شتاب بخشیدند. همزمان با این برخی از شهروندان کشور تدابیر سخت امنیتی در میدان هوایی کابل را می‌ستایند. در حال حاضر تنها پروازهای داخلی و پروازهای هواپیماهایی که کمک‌های انسان دوستانه را به کابل می‌آورند جریان دارد. ادامه خبر شش. بر بنیاد یک گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی افغانستان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی ممکن است 13% یا در حدود 2.5 میلیارد دلار کاهش یابد. البته کاهش 13% تولید ناخالص داخلی افزایش 25% ناداری را در پی خواهد داشت. برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP در گزارش تازه‌اش در پیوند با افغانستان از احتمال کاهش 13% تولید ناخالص داخلی کشور خبر داده است. تولید ناخالص داخلی افغانستان که نشان دهنده ارزش تمامی خدمات و تولیدات اقتصاد افغانستان در درازای یک سال است، پارسال به بیش از 19.2 میلیارد دلار می رسید که کاهش 13% آن به معنی بیش از 2.4 میلیارد دلار کاهش تولید اقتصاد افغانستان است. بازار کاملا در حالت استاده هست، داد و ستوت نیست، پول فیزیکی وجود نداره، بانک ها بسته هست، بانک هایی که فعلا باز شده با 20,000 افغانی یا 200 دلاره که برای یک متقاضی یا برای یک مشتری خود میپردازه، با او کاروبار نمیشه. یکی از کارخانه ها در پارک صنعتی پلچرخی، تولید روزانه این کارخانه در بیش از یک ماه گذشته از 20 تن به 1 تن کاهش یافته است. 100 تن پلاستیک در کارخانه از 1.5 ماه پیش بر جا مانده که تا هنوز به فروش نرسیده. مسئولان کارخانه میگویند که در گذشته هر ماه 500 تن پلاستیک فروش داشتند. ما در حدود 100 نفر کارگر داشتیم، تمام تولیدات ما آن بوده، در ماه 500 تن تولید داشتیم. فعلا در حدود 20 نفر کارگر داریم که کارگرای هم کسایی هستند که قبلا کتیما آشنایی و تجربه و اینا داشتن، کتیما فعلا مشغول کدام کار نیستن. مشکل اصلی همان بحران کمبود پول نقد است که در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل نیز با آن اشاره شده است. اتحادیه صاحبان صنایع میگوید که شمار از صاحبان صنایع ناگزیر شده اند که کارخانه هایشان را ببندند. بانک ها بسته است، بانک ها به او آنچنان فعالیتی که در سابق بود او فعالیت نیست، در جیب مردم پیسه نیست، در دکان های مردم پیسه نیست، در دسترس تجار و صنعتکار در اختیارشان پول نقد نیست. بنابرای دلایل بعضی از فابریکات ما، صنعتکارهای ما مشکل دارند، فابریکاتشان بسته است. افزون بر کاهش فعالیت ها در بخش صنعت، اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است که بازرگانی نیست تا بیش از 70% کاهش یافته است. خدمات و کشاورزی از دیگر بخش های تولید ناخالص داخلی نیز زیانمند شدند. مزدود شدن ذخایر ارزی و در پیان مشکلات بانکی و نیز توقف کمک ها عامل اصلی کمبود پول نقد در بازار و بدتر شدن اوضاع اقتصادی گفته شدند. وزارت فواید عامه کار بازسازی شهرهای کابل کندهار را از سر گرفته است. در گام نخست قرار است 1 کیلومتر این شهرها در مرکز ولایت زابل از سوی یک شرکت خصوصی بازسازی شود. مسئولان وزارت فواید عامه گفتند که ساخت خط دوم شهرهای کابل کندهار نیز در دستور کار این وزارت که با فراهم شدن زمینه ها عملی خواهد شد. این هم بهای شمار از ارزها در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 85 افغانی و 50 پول، یک یورو 99 افغانی و 80 پول.
یک درهم مراد 23 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 کلدار هندی 1110 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 500 افغانی. این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود دیگر، بدرود.